اینجا هستم پس داریم یک مدار ساده رو در از اپوفروس که توسط کودویژن برنیستی شده پیاسازی کنیم. در واقع از در این پروژه از میکروکنترلر اتمگای 16 استفاده کردیم. پس اتمگای 16 رو میاریم. نیاز به پوش باتن داریم باز هم. رزیستور آی تریپلی هم انتخابش میکنه. هیچ اختلافی بین مقاومت ها نیستش در اما برای که من در تمام قسمت ها از رزیستور آی تریپلی استفاده کنم، اینجور هم از رزیستور آی تریپلی استفاده میکنم. خب یک موتور دی سی و یک LED مثلا قرمز رنگ. حالا قطعاتو میتونم اتمگای 16 ستا پوش باتن استفاده کردم برای اینکه بتونم موترم را راستگرد، چپگرد و حالت ترمز داشته باشه در راحتی. خب ستا مقاومت هم میذارم که وقتی مدار من رو اندازی میشه که حتما مقدار پورت مثلا A0, A1, A2 یکی از اینا مثلا صفر باشه، در واقع صفر فعال هستش به عبارتی. اینم برای آخر. از این طرف هم به گران وصل میکنم تا بتونم مدار فعالی داشته باشه. گران رو انتخاب میکنم. خواست مقاومت رو از بالا به یک ولتاژ مثبتی مثلا 5 ولتی وصلش میکنم. DC یک ولتاژ DC 5 ولت. خب A0 رو به اولی، A1 رو به دومی و A3 هم به سومی پوش باتن وصل می‌کنم. مثلا در حد 1 کیلو او کافیه. بعد برای اینکه حالت مقایسه ایجاد بشه وقتی که مثلا من پوش باتن رو کلیک میکنم، صفر اینجا از یک اینجا قوی تره و صفر در اینجا قرار میگیره. خب حالا خروجی های من پورت C هستش که ابتدا یک موتور DC رو میچرخونیم که حالتی بتونیم. این از موتور. حالا یک LED هم میذاریم که وقتی ترمز گرفته میشه و موتور نمیچرخه روشن بشه. یک گراندی هم احتیاج داره. اما قدم آخرمون رو میتونیم بگیم که دانلود کردن کد هکس به درون میکروکنترلر هستش. خب از روی دستا نیو فول فایل رو انتخاب میکنم. از قسمت پوشه هکس فایل avr.2.exe رو انتخاب میکنم. اما دقت کنید کلاک فرکانسی رو حتما 2 مگاهرتز و ادوانس واچینگ کلاک رو هم 2 مگاهرتز در نظر بگیرید. خب حالا پلی کردن میتونیم ببینیم. مدار بالا و پوش باتن فشار دادن راستگرد میچرخه موتورمون. خب اگه تغییراتی درش نمیبینید ببینید که یک مشکلی ایجاد شده. خب مشکل رو باید بررسی کرد که چی هستش. 2 مگاهرتز 2 مگاهرتز، 5 ولت دی سی. نگاه کنیم که هیچ کدوم کار نمیکنه. نه پایینی کار میکنم. دیدی که باتم اولین پوش باتم اولین به خوبی نچسبید. دوباره خب حالا دوباره ران میکنیم راست گرد تا وقتی که ولش میکنیم کار میکنه. آخری ترمز هستش چرا روشن میشه. چپ گرد وقتی روشن میشه، وقتی که چپ گرد میشه یا راست گرد میشه LED ما خاموش میشه. حالا ترمز باز و راست گرد و همین روال ادامه داره. میتونیم از همینجا مستقیم چپ گردش هم کنیم. اگر ترمز بگیریم روشن میشه. خب این در واقع یک پروژه ساده دیگه از نحوه کار با میکروکنترلرها
در نرم افزار پروتوس بود که چجوری بیایم یک میکرو کنترلر رو در واقع در نرم افزار پروتوس شبیه سازی کنیم. در واقع نحوه دانلود کردن کد هکس رو درون میکرو کنترلر ای وی آر به شما به طور مفصل توضیح دادیم. برای اتمکا برای استاپ کلیک می‌کنیم. در واقع تمام میکرو کنترلرها از قبیل مثلا میکرو کنترلر مثلا 8051 پی کی هاون پی آی سی میکرو پروسسورها تماما اگر کتاب در نرم‌افزار FP در نرم‌افزار پروتوس موجود باشه به راحتی شما میتونید شبیه سازیش رو به همین نحوی گفتم انجام بدید. موفق و مؤید و سربلند باشید.